با سلام، با قسمت دوم از آموزش پلاگین فارس در خدمتتون هستم. در این قسمت ما به تب دیستریبیوشن می‌پردازیم و ادامه پلاگین رو خواهیم داشت. همونجور که می‌بینید این سطح کاملا هم از نظر پلانی و هم از نظر ارتفاعی دیفورم شده. دوباره از لایبرری فارست استفاده میکنیم. با کلیک راست در این قسمت روی پلاگین شما میتونید رولت ها رو ببینید و روی هر رولتی که خواستید کلیک کنید. همونجور که میبینید دو رولت قبلی رو که قبلا توضیح دادیم دیگر توضیحش رو نمیپردازیم. رولت دیستریبیوشن این امکان رو به شما میده که بر اساس یک مپ نوع پخش کردن آبجکت ها رو مشخص کنید. همونجور که اینجا میبینید این قسمت عکس رو نشون میده. در این قسمت پریست های مختلف عکس های آماده ای هست که خود فارست داره و شما میتونید از اون استفاده کنید. در بیشتر مواقع از همین ها میتونید استفاده کنید. میبینید که نوع پخشایش آبجکت ها متفاوت میشه. حالت های سینوسی، تک خطی و سایر موارد که میتونید از اونها کمک بگیرید، حتی حالت های گرید و سایر موارد. خب وقتی شما از این مپ ها استفاده میکنید در این قسمت مپ رو بهتون نشون میده. در این قسمت گزینه دیگری هم دارید. اینجا بیت مپ رو مشاهده میکنید که میتونید از این قسمت بیت مپ های دیگه ای رو هم اضافه کنید یا به صورت مپ اعمال کنید. مثلا شما میتونید یک مپ چکر رو به این قسمت اعمال کنید. همونجور که میبینید یا چنل رو عوض کنید، چون این مپ روی چنل یک هست، چنل مپ رو عوض میکنید و حالا از این قسمت میتونید کنترل کنید. که این مپ چجوری روی هم این سطح قرار داده بشه. حتی میتونید بلور فعال کنید که لبه ها یا شارپتر بشه یا تارتر بشه، سافت میتونید و هر کنترل دیگه که روی هر مپی دارید میتونید از اینجا اعمال کنید. نکته ای که هست رنگ های سفید و سیاه هست. برای فارست از رنگ های سفید و سیاه برای این پخشایش استفاده میکنه. سیاه به منظور نبودن هست و سفید به منظور بودن تمام 100%. حالا اگه شما از خاکستری استفاده کنید میبینید که الان این رو صفر میکنم که مشخص تر بشه. همونجور که میبینید این خاکستری ها الان تأثیر گذار نیستند ولی نزدیک سیاه که میشن از بین میرن. حالا اگه شما این سافت رو فعال کنید میبینید که با کم و زیاد کردن و به وجود آوردن طیف سفید تا خاکستری و مشکی این میتونه چه تغییراتی بکنه.
خب در این قسمت دنسیتی رو تعیین میکنید. دنسیتی یا غلظت یک موضوع رو مشخص میکنه. من برمیگردم به اینجا رو کلیر میکنم و برمیگردم به خود مپ‌های فارست که به واضح تر باشد. الان همینجور که اینجا مشاهده میکنید بر اساس یونیت متر ما این رو اعمال میکنه. حالا هرچی این یونیت، هرچی این عدد رو ما کاهش بدیم، این افزایش بده میکنه و ما و برعکس در واقع معکوس عمل میکنه. همونجور که میبینید این یونیت رو من کاهش میدم، عدد معکوس عمل میکنه. در واقع داره به شما میگه تو هر مثلا یک متری که ما داریم این یونیت رو پخش کنه یا نه 10 متر. خب مسلما وقتی داریم میگه توی 10 متر اینو پخش کنه، مسلما کاهش پیدا میکنه غلظت اون موارد. با این عدد میتونید کنترل کنید. حالا اگه شما این تیک رو بردارید در جهت ایکس و وای میتونید این عدد رو مختلف اعمال کنید و این کنترل رو داشته باشید. آفست ایکس و وای، همون آفست از طریق ایکس و وای میتونید اعمال کنید. کاربرد های زیادی ندارن مگر مواقعی که دارید از اسپلاین های مختلف استفاده میکنید. همونجور که میبینید این چکر های نارنجی که مشاهده میکنید این چکر ها تغییر میکنن و نشون میدن این مربعی که الان یا اون مستطیلی که داره الان فارس توش اون پخشش انجام میده در کجاها قرار گرفته. این دو هست، میبینید تعدادش رو. حالا اگه یک بشه تعداد نزدیکتر به هم میشه. ترشولد هم میزان اختلاف بین رنگ سیاه و سفید رو تعیین میکنه. من دوباره به هم میگردم به حالت چکر. همونجور که میبینید من رنگ رو به هم میگردم به حالت سفید که واضح تر باشه. حالا با استفاده از این ترشولدی که الان 25% میبینید که چه اتفاقی میفته. میزان تفاوت یا اون کنتراست بین سیاه و سفید رو مشخص میکنه، در واقع اختلاف بین سیاه و سفید رو مشخص میکنه. باهاش میتونید کنترل کنید میزان پخشایش رو. مکس دنسیتی هم به میلیون هست، 30 میلیون هست. اینجا این عدد رو زمان کم زیاد میکنید که با ارور مواجه بشید و ریسورس سیستمتون رو بخواید کنترل کنید. شما خیلی وقتا سیستم پایین تری برخوردارین، ممکنه این عدد باعث ایجاد مشکلاتی بشه و حد اکثر میزان اون پخشایشی رو که دارید توی اون آیتم هایی رو که توی اون سطح دارید پخش میکنید رو در واقع مشخص میکنه. حد اکثر من دارم میگم اینجا که 30 میلیون گل و بوته و چمن قرار بده به صورت آبجکت و آیتم آیتم. این برای کنترل ریسورس سیستم تو هم بسیار عدد مهمی است. همیشه دقت کرده باشید به این مسئله. اگر اروری مواجه شدید که نتونست فارست بسازه تعداد لازم رو، میتونید این عدد رو افزایش هم بدید. حالا در این قسمت یه تکنیک نسبتاً پیشرفته ای رو میدم که توی بسیار از پلاگین های اسکتر موجود نیست و یکی از قابلیت های بزرگ این پلاگین فارست محسوب میشه با استفاده از همین مپ ها. خب من اینجا رو کلیر میکنم. همونجور که میبینید الان یک مپ اسپریت داریم و به صورت رندوم تقریباً این چمن ها پخش. حالا چجوری میتونیم ما این طرحی رو که خودمون میخوایم
طرحی که فقط یک جایی از یک سطح میخوایم اعمال کنیم رو با فارس پخش کنیم، همونجور که میبینید در کل سطح پخش شده. برای این کار میتونیم از سطح رو انتخاب کنیم، سطح رو آنوارپ میکنیم تمامی سطوح رو انتخاب میکنیم، همونجور که میبینید الان واپ هست، پک میکنیم و آماده رندر. در این قسمت من دارم در واقع از سطح هم یک مپ تهیه میکنم. خب این مپ رو من به صورت سیاه و سفید در میارم همونجور که اینجا میبینید، یک مپ 1024x1024 برای ما تهیه کرد. این مپ رو به صورت PNG 16 بیت سیو میکنم، میتونید به صورت JPG هر فرمت دیگه هم که صلاح میدونید سیو کنید. وارد فتوشاپ میشیم، مپ رو باز کردم از قبل، قسمت سفید رو با تولرانس صفر انتخاب میکنم، یک ماسک ازش میسازم که فقط این قسمت مشخص بشه، رنگ رو معکوس میکنم چون فقط میخوام یک قسمتی از اون مپی که میخوام ایجاد کنم گرس ها روش اعمال بشه و بقیه سطح خالی بمونه. در نتیجه از رنگ سیاه برای پس زمینه استفاده میکنم، یک پس زمینه مشکی هم ایجاد میکنم. الان تمام سطوح میبینید که مشکی است، اما چون ما اینجا یک ماسک ساختیم مورد ایجاد نمیکنه. یک لایه جدید میسازم، شما اینجا هر طرحی رو که دارید میتونید روی این سطح یا اینجا براش کنید توسط ابزار براش، مثلا این طرح یا حالا هر طرح دیگه که توی براشاتون دارید، یا از شیپ ها استفاده کنید، یا حتی عکسی رو منتقل کنید روی این به صورت سیاه سفید، دیگه بستگی به خودتون داره. من اینجا یک طرح رو انتخاب میکنم از کاستوم شیپ ها، شاید این طرح خوبی باشه. مپ ما ایجاد شد، مپ رو سیو میکنیم حالا به هر فرماتی که دوباره مد نظر خودتون هست. من به صورت جی پیک سیو میکنم با حد اکثر کیفیت. در اینجا مپ رو لود میکنم و این مپ رو به فارست در قسمت دیستریبیوشن اعمال میکنم. از اینستنس هم استفاده میکنم، چنل رو همونجور که میبینید چنل ها باید یکی باشه که دقیق در جای خودش بیفته. همونجور که میبینید اون طرح ما دقیقا در همون نقطه با همون اندازه که خواستیم اسکتر شده و در این قسمت چمن ها رو خواهیم داشت. همونطور که در رندر هم مشاهده میکنید این تراکم بسیار شدیدی داره،
این قسمت این عدد رو الان اگه ما افزایش بدیم به مثلا 5 برابر، همونجور که مشاهده میکنید این عدد دیستریبیوشن یونیتی بود که 1 متر دادیم و این 5 متر، همونجور که این تفاوت تعداد اوبجکت های اسکتر شده و تراکم اونا رو مشاهده میکنید. حالا این یکی هم 10 هست عدد، 5 و 10 رو هم مشاهده میکنید که اوبجکت ها دقیقا نصف میشه. بنابراین این عدد بسیار مهمه، دقت کنید که حتما این عدد رو تست کنید و عدد صحیح رو انتخاب کنید. البته همونجور که میبینید تو این تصویر ما تقریبا تر همچنان حفظ شده، ولی خب تعداد و تراکم اوبجکت هاست که تعیین میکنه این مقدار چقدر باشه. خب یه قسمت کلیژن میزان چسبندگی آیتم ها به هم رو نشون میده و میزان همسایه بوده نشون میده که چقدر به هم نزدیک بشن. خب اگه این رو اینیبل بزنید و 2 پارامتر داره که ریدیوس و های هست، ریدیوس میزان این نزدیکی رو مشخص میکنه که به صورت درصدی هست، البته همونجور که میبینیم من میزنمش روی 100% و میبینید که دیگه هیچ آیتمی، هیچ 2 آیتمی به هم نمیچسبن. با توجه به میزان البته این شعایی که میدیم، این های بر اساس میزان بالا و پایین بودن تو این تصویر میبینید، برای که بهتر بیشتر مشخص بشه از سایت خود فارست کمک میگیرم. این میزان های هست که بر اساس درصد مشخص هست تو این تصویر میبینید که از پایین و بالا این چسبندگی نزدیکی رو مشخص میکنه که تا چه حدی به هم نزدیک بشن و نشن. از همین نیم دایره ها و دایره ها میتونید کمک بگیرید تا ببینید چقدر نزدیک بشن. برای موقعی استفاده میشه که شما میخواید یک آیتم مثل بوته رو نزدیک کنید به درخت یا نزدیک نکنید به درخت، چیزهایی ماننده این. این قسمت هم همون رادیوس هست که میتونید مشابهش رو ببینید که چه جوری عمل میکنه این پارامتر رادیوس. خب وارد قسمت دایورسیتی میشیم که قسمت بسیار مهمی است. سه تا گزینه داریم: رندوم، کلاستر و مچ کالر آیدی. رندوم همون پرابیلیتی است که توی جیومتری ها داشتیم. این قسمت probability اگر بر اساس رندوم فعال باشه، در واقع دارید همون اعداد probability رو اعمال میکنید، ولی اگر بر اساس match color ID باشه برمیگرده به مپی که اینجا دارید. خب برای که واضح تر باشه من یک مپ دیگه میسازم، ولی این دفعه به صورت رنگی. کد رنگی ها دقت کنید، این کد ها همون کد هایی هستند که توی فارست به صورت کالر آیدی به آبجکت دادیم. من این رو به صورت جیپک سیف میکنم.
کلاستر رو آف میکنم که کلیژن آف میکنم که مشخص تر باشه. خب توی این قسمت همونجور که میبینید بر اساس اون کالر آیدی هایی که ما داشتیم، این چهار رنگ که اینجا اعداد دقیق مشخص کنید، حتما باید این اعداد دقیق دقیق اعمال بشن، حتما از همون کد ها استفاده کنید. نویز هم برای اعمال وریشن یا مختلط کردن و با وجود آوردن تنوع اینجا توی سایت فارست دقیق تر شاید بتونید این رو ببینید بر اساس همین کدهای رنگی چجوری این مپا اعمال میشه. بسیار خوب، قسمت سوم یا همون کلاستر. توی قسمت دوم این رو میگم که عدد probability دیگه کلن از رده خارج میشه و دیگه استفاده نداره. توی حالت سوم کلاستر یا در واقع گروپ بندی هایی هست که توی طبیعت هم مشاهده میکنیم، حالا توی این عکس هم واضح تر هست، میبینید که به صورت گروپ گروپ این آبجکت ها اسکتر شدن. تو طبیعت بیشتر همین روش رو داریم، میتونید پارامترهاش هم تو این سایت ملاحظه کنید، ولی حالا من اینجا با فیلم بهتر براتون توضیح میدم. همونجور که میبینید چندین گزینه داره، مهمترینش سایز این کلاستر هست که البته من مپ رو کلیر کنم که توی حالت فول میذارم که بیشتر مشخص بشه. خب این سایز رو من بالا که میبرم شاید بهتر مشخص بشه. گروه بندی ها به چه صورت دقیقا قرار میگیرم؟ این سایز گروپ ها رو مشخص میکنم. رافنس میزان سختی و نرمی لبه های این گروپ ها رو مشخص میکنه. اگه صفر باشه حالت اسموت داره و اگه 100 باشه حالت بریده بریده و راف داره، به صورت سخت است. بلور هم که در واقع همون تاری و عدم شفافیت، صفر باشه شفافه و اگه 100 باشه تارتر میشه و در هم تنیده تر میشن این کلاسترها. نویز هم برای ایجاد وریشن یا تنوع که یه کمی اینا رو با هم مخلوط تر کنه و در یه جاهایی از هم قرار بده. خب در این قسمت هم با دو رولاوت آشنا شدیم. در قسمت های بعدی رولاوت های بعدی و تکنیک های بیشتری رو خواهم گفت. رولاوت کامرا
همجور که میبینید من صحنه رو انتقال دادم به جایی که یک کامرا داشتیم. همونجور که میبینید این قسمت شامل یک سری پارامتر هست. پارامتر اول کامرا هست. شما اینجا میتونید این کلیر کامرا رو پاک کنید یا یک کامرا رو سلکت کنید از این قسمت و کامرا رو پیک کنید که یا این تیک رو علامت بزنید اوتو اساین رو و شما توی هر ویوی باشید، توی این ویو مثلا اگه باشید، خود به خود این کامرا اساین میشه به فارست و خب برای رندرها که زیاد وقتی دارید میگیرید ممکنه کارآمد باشه. این تیک رو اگه بزنید این اساین شدن فقط در زمان رندر اتفاق میفته و شما در ویوپورتتون اون رو نخواهید. خب الان اساین شده این کامرای ما اینجا و حالا من این قسمت پارامترهاش رو توضیح میدم. این قسمت در ورژن کرک شده ارورهای نسبتاً زیادی مواجه میشه، بنابراین دقت کنید، کار رو حتما سیف کنید و انتظار زیادی از این قسمت نداشته باشید. خب در قسمت ایریا شما میاید میگید که این تیک رو اگه بزنید لیمیت کنه کارو. همونجور که میبینید این قسمت ها رو حذف کرد. حالا این لیمیت یا این محدود کردن به چه صورت اتفاق میفته؟ سه تا پارامتر داریم. این پارامترها یک اکسپند یا همون زاویه ای است که شما میخواد کامراتون اعمال کنه. الان 15 است، اگه من 5 رو بدم 10 رو بدم، همونجور که میبینید با کم و زیاد شدن این عدد زاویه این تغییر میکنه. همونجور که میبینید الان خیلی عقبتر از دوربین ما قرار گرفته. این محدود شدن، صفحه محدود کردن پلین، این دو پارامتر هستن که صفحه ها رو داره ما تعریف میکنن. همونجور که میبینید از 10 متر شروع شده، من این رو به 0 انتقال میدم و میبینید که دقیقا میاد جلوی دوربین. و فار ما هم میتونید شما هر عددی بزنید، من روی 10 متر میذارم. حالا شما میتونید این زاویه رو تغییرش رو ببینید که تأثیرش چگونه است. شاید قبلا خیلی مشخص نبود. بنابراین شما میتونید تعداد آبجکت هایی که ساخته میشه توی ویوپورت و توی رندر رو کاهش بدید. اینجوری زمان رندر و زمان رندر کمتری خواهید داشت، به سیستم کمتر فشار میاد و کارت گرافیک هم در ویوپورت راحت تر کار خودش ادامه میده. در نتیجه توصیه میکنم همیشه از این پارامترها استفاده کنید. بعضی وقتها هست شما این رو وقتی به 0 انتقال میدید، این از همون ارورهایی است که گفتم، دورورتون این اتفاق نمیفته و این تغییرش رو مشاهده نمیکنید. اگر با این ارورهای این چنین مواجه شدید باید یک بار فایل رو ببندید و دوباره باز کنید، ولی حواستون باشه که در باز کردن ممکنه فارست ناپدید بشه و دوباره باید این عملیات رو انجام بدید. البته خب کار خیلی سختی نیست و بهتر که همیشه پارامترها رو در خاطرتون داشته باشید، چه عددی رو اعمال میکنید بعد از رسیدن به نتیجه، و فایل هم همیشه سیو بگیرید و سیو از هم بهتر است. خب در قسمت بعدی لوکات هست که یک تارگت رو میده و شما میتونید مثلا اینجا ما یک باکس میسازیم همونجور که میبینید این تارگت میگه که به این قسمت نگاه کنه و در واقع این آبجکت ها رو به این سمت چرخونه. این
تارگت بیشتر به درد زمانی میخوره که شما از صفحه های دو بعدی استفاده کرده باشید، همونجور که توی لایبرری ما دو بعدی داشتیم. من الان یک سری درخت دو بعدی رو اعمال میکنم از طریق لایبرری. همونجور که میبینید الان صفحه های ما دو بعدی و یک پلین دارن. حالا اگر این قسمت من بیام این رو تارگت رو یک آبجکت یا حالا هر تارگت دیگه هم میتونه باشه، همونطور که میبینید میتونه حتی خود تارگت کامرا هم باشه. یا الان من اینجا حالا باکس رو اعمال کردم، تعداد رو کم میکنم و نوع دیسپلی رو هم اینجا پلین تغییر میدم. همونجور که الان شما اینجا مشاهده میکنید نوع چرخش به سمتی هست که کامرا هست. اگه این رو آف کنم ببینید که شکل چجوری هست. در واقع این یک جورایی این پلین ها رو میچرخونه تا به سمت هدف قرار بگیرن و برای آبجکت دو بعدی بسیار مناسب هست که این اتفاق بیفته. خب در این قسمت هم با پارامتر دیستنس فالاف آشنا میشیم. یک فالاف دنسیتی فالاف ببخشید. دنسیتی این مشخص میکنه توی تصویر میتونید ببینید. من برمیگردم به حالت سبودی که مشکله ببخشید مشکلی ایجاد نشه. خب همونجور که میبینید در واقع میاد دنسیتی رو بر اساس کامرا کم و زیاد میکنه که جلوی کامرا مثلا با آخر کامرا متفاوت باشه این دنسیتیش. اگه مکس روی 10 بذاریم توی این ویوپورت مشاهده میکنید که جلوی دوربین میزانش چه تغییر میکنه. با کرف قابل کنترل هست این مسئله، این پارامترها به صورت طبیعی تری میتونید اینها رو در بیارید و دلخواهتون اعمال کنید. همینطور میتونه از اسکیل استفاده بشه بر اساس دوری و نزدیکی به دوربین. اسکیل ها رو کم یا زیاد کنید
نسبت به اون پارامترهایی که دارید همونجور که میبینید جلوی دوربین بسیار اسکیل ها بزرگتر میشه. این پارامترها پارامترهای بسیار خوب و کارآمدی هستند. این تیک هم اگر اعمال بشه مینو مکس رو در نظر نمیگیره و از رنج انوایرومنت شما یا در واقع همون کامرا رنج انوایرومنت شما که تو این قسمت قرار داره استفاده میکنه، از این عدد ها استفاده میکنه. بنابراین میتونید اینجا تغییر بدید یا توی خود فارست این تغییر رو اعمال کنید. خب در این قسمت هم با دو رولاوت آشنا شدیم. در قسمت های بعدی رولاوت های بعدی و تکنیک های بیشتری رو خواهم گفت.